درود بر یاران و همراهان همیشگی کانال خبری کیوسکی به این بسته خبری خوش آمدید سرخط اخبار مهم امشب تاکید اپوزیسیون بر تقویت اتحاد شاه رضا پهلوی سال بعد در ایران هستیم یا نان گران می شود یا نانبایی ها تعطیل ابر تورم بی سابقه در انتظار مردم ایران قبل از مشروع اخبار تصاویری ببینید از شیوه های مختلف اعتراضی مردم در طول تعطیلات نوروزی در برابر رژیم آخوندی شب ساعت سه هزار اومدم سر مزار آقا کیان پیرفلک به نمایندگی از پهلوون استوره علی کریمی اومدم سال نو رو به تبریک بگم به امید آزادی تو همین امسال که آقا علی هم خودش بیاد همینجا در این لحظات تاریخی بگذارید همه با هم به ایران فکر کنیم تکید اپوزیسیون بر تقویت اتحاد شاهزاده رضا پهلوی سال بعد در ایران هستیم اعضای مجموعه همبستگی برای دموکراسی و آزادی در ایران در نشست همبستگی پلی برای آزادی در تورنتو بر تلاش برای تقویت اتحاد و تکسر برای به رساندن خیزش انقلابی مردم علیه جمهوری اسلامی تاکید کردند شاهزاده رزا پهلوی در نشست همبستگی پلی برای آزادی گفت اولین قاعده ی نظام دموکراتیک احترام به صندوق رأی است فراتر از عقایدمان تعهدمان به رسیدن به صندوق رأی است شاهزاده رضا پهلوی تاکید کرد من به قدرت مردم اعتقاد راسخ دارم اجازه دهید که قدرت افکار عمومی را دست کم نگیریم زیرا این مقوله انگیزه ی لازم را برای احساس مسئولیت و پاسخگو بودن ایجاد می کنن. او خاطر نشان کرد در مسیر مبارزه به دنبال سرنگونی جمهوری اسلامی هستیم اما پس از سرنگونی این رژیم باید به خود و جهان ثابت کنیم که این تغییر خلعی ایجاد نمی کند و ایران سوریه نخواهد شد زیرا ما این همه افراد قابل و متخصص در داخل و خارج کشور داریم شاهزاده پهلوی با تکید بر اهمیت حفظ ارتباطات در جهت ایجاد وحدت حفظ دسترسی مردم به اینترنت را اولین گام ضروری خواند شاهزاده پهلوی خاطر نشان کرد از سوی دیگر شکلگیری اعتصابات کارگری مهمترین عامل فشار به رژیم از داخل ایران خواهد بود و در همین راستا کارشناسان در حال بررسی راه های ایجاد صندوق حمایت از اعتصابات و ایجاد مجاری انتقال پول به اعتصاب کنندگان هستند او افسود در بسیاری از کشورها مانند آفریقای جنوبی و لهستان که در آنها حکومت‌های خودکامه سرنگون شده اند این اتفاق با کمک کشورهای غربی رخ نداد بلکه خواست مردم این کشورها منجر به چنین تغییری شد شاهزاده رضا پهلوی گفت مردم ایران در جنبش خود با حامیانشان در کشورهای مختلف دست به دست خند دادند پس باید به ظرفیت بالقوه افکار عمومی باور داشته باشیم و حداکثر تلاش خود را برای رساندن صدای آنها به کار ببندیم او تاکید کرد حمایت از مردم ایران برای دولت‌های غربی یک وظیفه اخلاقی است و آنها باید تصمیم بگیرند تا در جهت درست تاریخ بیستند. و یکی از کارهایی که خیلی روش تاکید شده و لاقل ماها به سهم خودمون سعی می‌کنیم گوشزد بکنیم در نشستهایی که داریم با پارلمان‌های جهانی و یا دولت مردانی که هستن که این مسئله برای ایران بسیار حیاتی است و نیازمند این هستیم که واقعا در این رابطه کمک بکنیم این یکی از اولین درخواست های فعالینمون هست در داخل کشور و البته چه, چه گونه کمک هایی رو میشه به ایران و ایرانیان رسوند امروز که بخش زیادیش واقعا فکر کنم بستگی به این پیدا خواهد کرد که خود همیانانمون چجوری راه های رسوندن امکانات مالی رو فراهم بکنن برای اینکه مثلا فرض کنید در آینده بخوایم اعتصابات کارگری در کشور شکل بگیره که شاید مهمترین عامل فشار از درون روی نظام هست بشه به وجود بیاد که خب کارشناسان روی مسئله دارن کار میکنن و بحث میکنن که نحوه این کار رو بررسی بکنن مسیح علی نجات نیز در این نشست در پاسخ به سوال محسا مرتزدی خبرنگار ایران اینترنشنال گفت که منشور محسا مورد انتقاد بسیاری از گروه های سیاسی قومی و جنسیتی هم واقع شده اما تفاوت مخالفان با جمهوری اسلامی این است که این انتقادها را مورد توجه قرار میدهند مسیح علی نجات گفت ما بر اساس حد ها کنار هم جمع شده ایم و در آغاز یک کم قرار داریم تا چهره متکثرتری از ایران را نشان دهد او افسود که جدایی طلبترین فرد ایران شخص علی خامنه است حامد اسماعیلیون نیز در نشست همبستگی پلی برای آزادی درباره سازوکار جذب نمایندگان اقوام در ائتلاف مخالفان جمهوری اسلامی گفت که مذاکراتی در این زمینه با فعالان صورت گرفته است او با تاکید بر اینکه به سمر رساندن این انقلاب نیازمند همبستگی و امید است گفت جایی برای ناامیدی نیست این انقلاب با امید به نتیجه خواهد رسید نازنین بنیادی نیز در نشست همبستگی پلی برای آزادی با اشاره به عزم مردم ایران برای تشکیل حکومتی دموکراتیک، سکولار و را گفت تحقق آزادی در ایران از هر امری ضروری تر است. او با اشاره به مبارزات مردم ایران طی شش ماه از آغاز انقلاب زن زندگی آزادی گفت مردم ایران با وجود خطر قتل، شکنجه، تجاوز، نابیناسازی و زندانی شدن به اعتراض خود ادامه دادند. عبدالله مختدی دبیر کل حزب کمولی کردستان ایران در این نشست گفت یکی از عواملی که باعث شد منشور محسا را امضا کنم وجود روح تکسر در آن است او خاطر نشان کرد که این منشور در زمینی حقوق اقلیت ها و اقوام حد ها و تکسر را دارد و راه گذار از جمهوری اسلامی را ممکن می کند همچنین ساعتی پیش شاهزاده رضا پهلوی در سخنرانی خود در جمع ایرانیان کنشگران و مقامات سیاسی کشورهای مختلف در تورنتوی کانادا با بغز ابراز امیدواری کرد امسال آخرین نوروز در تبعید برای ایرانیان خارج کشور باشد او تأکید کرد راه رسیدن به آزادی در ایران از مسیر اتحاد و تکسرگیرایی میگذرد شاهزاده رضا پهلوی در این سخنرانی در میان تشویق حاضران با بغز گفت امیدواریم این آخرین نوروز در تبعید باشد و ما ایرانیان بتوانیم در کشور خودمان آزادی را جشن بگیریم او گفت قلب ما با زندانیان سیاسی و جوانان کردستان بلوچستان و سایر نقاط کشور است که برای آزادی ایران میجنگند بگذارید به رنگین کمان کیان پیرفلک و به آرزوهای توماج صالحی برسیم نگذاریم خون نیکاها به هدر برود همصدایی و اتحاد به مردم ایران برای ادامه مبارزه امید میدهد اتفاقا من باور دارم که تفکرات مختلف هستش که ما رو به چالش میکشه برای که در رابطه با این چالش ایده های بهتری تولید بشه برای آینده بهتر برای کشور و من امشب فقط یک چیز میگم از همدیگر نترسیم بلکه به همدیگر باور داشته باشیم یا نان گران می شود یا نانوایی ها تعطیل ابر تورم بی در انتظار مردم ایران اصناف مختلف آماده هستند که به دلیل افزایش قیمت ارز و تورم قیمت کالاها و تولیدات خود را افزایش دهند رئیس اتحادیه نانوایان سنگکی هشدار داده که اگر نان گران نشود نانوایی ها تعطیل خواهند شد همچنین بازار لوازم خانگی آماده ی افزایش قیمت ها همزمان با آغاز سال جدید خورشیدی است در شرایطی که دولت همچنان با قیمتگذاری دستوری به دنبال مدیریت سوری اقتصاد است رئیس اتحادیه نانوایان سنگکی گفته که اگر دولت نخواهد با نانوایان همراهی کند ادامه فعالیت آنها با این روند دشوار خواهد بود و نانوایان خود به خود تعطیل خواهند شد محمد سلیمانی رئیس اتحادیه نانوایان سنگکی با اشاره به نارضایتی نانوایان و مصرف کنندگان نان به دلیل نرخگذاری گذاری دستوری دولت گفته که تلاش های نانوایان برای دریافت نرخنامه در سال 1401 منتج به نتیجه نشد این در حالی است که هزینه های نانوایان فقط در دست مزد کارگران در دو سال گذشته حدود 100 درصد افزایش پیدا کرده است نمیدانیم تا چه زمانی میتوانیم با این روند ادامه بدهیم محمد سلیمانی با بیان اینکه 15 درصد قیمت نان سنگک را نرخ آرد تعیین کند گفته که 85 درصد هزینه ها را نانوایان از جیب پرداخت کردند و آنها برای پوشش هزینه ها و روشن نگه داشتن چراغ نانوایی ها چاره جز کم فروشی و یا گران فروشی نداشتند و همین مسئله در صنف نانوایان هرج و مرج ایجاد کرده بود از سوی دیگر اتحادیه نیز قادر نبود نانوایان را مجاب کند که همچنان نان را با نرخ 1400 عرضه کنند این فعال سنفی افسوده که قرار شده بود دولت در آذر سال گذشته تسهیلاتی برای نانوایان در نظر بگیرند که در عمل کمک هزینه برای نانوایان پرداخت نشد و اگر دولت نخواهد با نانوایان همراهی کند ادامه فعالیت آنها با این روند دشوار خواهد بود و نانوایان خود به خود تعطیل خواهند شد این همه در حالی است که همونطور که رئیس اتحادیه نونوایی های سنگکی توضیح داده افزایش هزینه ها با درامت های ناشی از نرخ گذاری دستوری دولت همخانی ندارد و سبب زیان تولید کننده و فروشنده می شود این موضوع نه تنها در نانوایی ها بلکه در دیگر اصناف هم مشکلاتی را ایجاد کرده و در نتیجه همزمان با آغاز سال جدید اصناف مختلف خواستار افزایش قیمت محصولات و تولیدات هستند. شهرام سید قلعه کارشناس و تحلیلگر اقتصادی که سال گذشته قیمت 45 هزار تومان را برای دلار تا پایان سال 1400 پیش بینی کرده بود اکنون گفته نرخ دلار در تابستان 1402 ممکن است 100 هزار تومان را رد کند این کارشناس اقتصادی اسمان ماه گذشته در یاد داشتی در وبسایت انصاف نیوز نوشت که اگر آن روز هزار دلیل برای امیدوار بودن وجود داشت امروز حتی یکی هم باقی نمانده برعکس هزار دلیل وجود دارد که اوضاع دلار و اقتصاد از این که هست به مراتب بدتر و بدتر و بدتر می شود روزی که رئیس جمهوری فعلی به کنایه گفت خوب شد من رئیس جمهور نشدم دلار بشه پنج هزار تومن هیچ تصوری از دلار پنجا و چند هزار تومانی وجود نداشت امروز هم دلار چند صد هزار تومانی واقعیت نزدیکی است که به مقاومت ما در مقابل باور کردنش اعتنا نخواهد کرد او تاکید کرده بود که دلار صد هزار تومانی در صورت عدم توافق و برداشت نشدن تحریم ها دور از ذهن نخواهد بود اگر اتفاق خاصی نیفتد که با شرایط موجود بعید است و جایی برای خوشبینی نمانده تا تابستان دلار به صد هزار تومان سلام خواهد کرد در این وضعیت هیچ کاری از دست ملت ساخته نیست فقط باید دعاگو باشیم و منتظر افزایش قیمت دلار عامل اصلی افزایش تورم و افزایش هزینه های تولید در اقتصاد ایران است در شرایطی که از همکنون اصناف مختلف تأکید دارند با قیمتهای فعلی ارز هم توان جبران هزینه های خود را ندارند با افزایش بیشتر قیمت ارز و با توجه به بیعملی دولت در حمایت از تولید کنندگان موجی از ورشکستگی و بحران در واحدهای تولیدی و صنعتی ایجاد خواهد شد